بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوک کوک اگه تا حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید یکی دو دقیقه به صفحه دقت نکنید البته با این صفحه کار دارم برمیگردیم اما فقط به صحبت گوش بدید با اصطلاح پروژه بگیرها احتمالا آشنا باشید افرادی که در قالب خبرنگار تحلیلگر برنامه ساز میان پولی رو از مافیای قدرت و ثروت و یا سیاسیون یا مسئولین فاسد میگیرن که گندکاری های اونها رو مالکشی کنند. به اصطلاح افکار مردم رو تخدیر میکنن که به سمت و سویی ببرن که مردم از اصل دور بمونن یعنی اون مسئول اون مافیا یا اون شخصی که میخواد فساد بکنه پولی رو به این خبرنگار به این تحلیلگر به این برنامه ساز میده که در بزنگاهها ذهن مردم رو منحرف کنه مثلا وقتی رهبر انقلاب میاد میگه اولویت اول ما اقتصاده اینها میرن مدام به سیاست خارجه میپردازن یا برنامه های زرد که توی فضای مجازی بسیار بسیار وایرال شده اینها میرن درباره اون صحبت میکنن اما دریغ از اینکه درباره مسائل اقتصادی و مشکلات مردم صحبت بکنم کلید واژه و ترفند اینها برای فرار از واقعیت اینه که باید به مردم امید بدیم آیا ما باید به مردم امید واهی بدیم مردم رو مچل بکنیم سرکار کار بذاریم از اصل دورشون بکنیم اینا سوالاتیه که این قبیل افراد باید به مخاطبینشون پاسخ بدن که متاسفانه تا این لحظه پاسخ ندادن و فراریان شاید تا 7 ده سال پیش وقتی از نفوذ صحبت میکردیم فوری ذهنم میرفت سمت یه جاسوسی که مثلا توسط کشورهای غربی گسیل داشته شدن سمت ایران که بیان اینجا اسناد و مداری که جمع کنن ببرن برای اربابانشون اما الان نفوذ شکل و ماهیتش عوض شده تغییر اولویت ها یکی از راه های شکل گیری نفوزه. مثلا یک مدیر میانی در بدنه دولت بیاد برای مدیر بالاسری برنامه ای بچینه تدویم بکنه و به او بقبولنه که مثلا اقتصاد اولویت اول است اما فرهنگ اولویت چهارم است در صورتی که مثلا میتونست بگی فرهنگ اولویت دومه یا اولویت اول در کنار اقتصاده بنابراین وقتی این نفوذ شکل میگیره نیاز به بازوی رسانه داره که اینجا خبرنگارها میان پای کار برنامه سازها تحلیلگرها و فعالان شبکه های اجتماعی خودشون رو نشون میدن همین چند وقت پیش بود که بعد از اختشاشات دو تا خبرنگار زن دستگیر شدن که صادق زیبا کلام هم براشون سینه زنی میکرد اما معلوم شد اینها جاسوسن الان و تو این برنامه میخوام درباره کسی که مأمور موساد در یوتیوب و مجری پیاده سازی پروتکل های یهود در ایران هست براتون صحبت بکنم بریم اول رو همین صفحه پروتکل های یهود رو که من توی کتاب مسلمان شناسنامه بردم بهتون نشون بدم اما توضیح نمیخوام بدم چون خودش یک ساعت برنامه است فقط اسکرین شات بگیرید اینها رو مطالعه بکنید یا استوب بزنید پاز کنید ویدیو رو بخونید بعد برید ادامه ویدیو رو ببینید این مورد چهارم به بعد هست تا مورد 17 که دارید میبینید میایم پوینت تر از مورد 17 هم تا 28 هم. از مورد 28م به بعد رو هم اینجا دارید میبینید یعنی از مورد 29 تا 39 از 39 به بعد هم تا 45 مورد 42م رو دقت کنید تبلیغ و ترویج زرتشت در ایران با اینش کار دارم تو این برنامه چون پارسال یک برنامه در رابطه با همین ساختم و تو یوتیوب منتشر کردم برای اینکه مطلب براتون جا بیفته من هیچ صحبتی نمی کنم. در راستای همین صحبت که داشتم برنامه پارسال ما رو ببینید تا متوجه شید معیوس نادان معمور موساد در یوتیوب بوده و مردم ایران رو داشته فریب میداده در ادامه و بعد از خداحافظی من کلیپی رو که یک سال یک سال نمی پیش ساختم میبینید که اگر اون کلیپ رو ببینید با مواضع امروز معیوس نادان کنار هم قرار بدید میبینید که چقدر دقیق نقطه زنی کردم ادامه ویدیو رو با من همراه باشید یا علی التماستون با یه برنامه خیلی مهم و انتشار اسناد جدید در خدمتتون هستم که این اسناد جدید موجب رسوایی معیوس نادان مأمور موسا در یوتیوب خواهد شد که البته برنامه اصلی ما درباره این جرسوم فساد مستند شغال در دام هست که توی کانال تلگرام موعد انتشارش رو به شما خواهیم گفت اما قبل از اینکه بریم این اسناد رو با هم دیگه بررسی کنیم و نشون بدیم و من توضیحاتی بدم یک کلیپی هست از رهبر انقلاب این رو با هم ببینیم و برگردیم اولا دشمن کیست دشمن امروز مشخصا عبارت است از آمریکا، انگلیس، زرسالاران بین المللی، ها، و دنباله هاشون حالا دنباله هاشون خیلی اهمیتی ندارن ارزشی ندارن که آدم اسم از اون بیاره دقت فرمودین دشمن اصلی ایرانی ها و مردم ما آمریکا، انگلیس، زرسالاران بین المللی، یونیستا و دنباله هاشون که اون دنباله هاشون زیاد مهم نیستن مایوس نادان هر وقت ما دربارش افشاگری میکنیم میاد یه شخصی رو به اسم علی خرمافروش معرفی میکنه که ما قبلا برنامهش رو ساختیم و توضیح دادیم از سمت راست بالا اولین کلیپ اینها مثل همون شاخهای اینستاگرامی بودن که تو ترکیه با هم دعوا میکردن جو رو متشنج میکردن بعد از این کش و قوسی که داشتن مردم رو تحریک میکردن که هر دو نفر رو دنبال کنن فالووراشون بره بالا تبلیغات بگیرن درآمدشون بیشتر شه اینم هم دقیقا همین کارو میکنه دو ماه ازش خبر نیست تا یه برنامه جدید ما منتشر میکنیم میره دوباره ویس میفرسته اون برای این ویس میفرسته با هم دیگه دعوا میکنن چطور در اروپا در یک جزیره کوچیک دو سال یه نفر تهدید امنیتی کنه تهدید به ترور بکنه کودک ربایی و فلان بعد کسی کارش نداشته باشه شما چقدر ساده اید برید برنامه‌ای که درباره این شخص ساختم رو حتما ببینید چرا حکم اعدامش نقض شده نقشه کودتای نظامی در ایران سمت راست بالا اولین ویدیو حتما ببینید این رو خیلی از کسایی که از این آدم برگشتن دیگه برنامه‌شو نمی‌بینن به ما پیام میدن میگن بیشتر روشنگری کنید تا افراد بیشتری مطلع بشن با همین برنامه برگشتن سربار رسانه در یک قدمی سقوط طراحی کودتای نظامی و تجزیه ایران اینو حتما ببینید که تو مستند شغل در دام بیشتر و واضحتر توضیح میدم برنامه دیگر هم دارید میبینید حتما اینها رو ببینید تا بهتون بگم که اصل داستان چیه اما رهبری اینجا چی میگه میگه دشمن اصلی ما آمریکا و انگلیس و سهیونیستا هن بالاشون زیاد مهم نیستن اگر یکی مونده به آخرین برنامه ما رو دیده باشید که از سمت چپ دومی هست بالا که رهبر انقلاب گفته مشکلات داریم اونجا یه کلیپ رو از رهبری پخش کردم که ایشون میگه ما مشکلات اقتصادی داریم مگس روی زخم می نشینه یعنی چی یعنی اگر مشکلی وجود داشته باشد بی بی, سو بی, بی سی و اینترنشنال و و, و اینها میان میگن اگر مشکلی نباشه ما مشکلات رو خودمون حل بکنیم اینها هیچ غلطی نمیتونن بکنن رسانه هم هرچی کنن کار به جایی نخواهند بود. پس ما باید مشکلات رو بگیم در همه جای دنیا هم هست اگر ما نگیم بی بی سی و ایران اینترنشنال رو اینها میان میگن فرقش چیه که ما بگیم یا اونها بگن فرقش اینه مردم به رسانه های داخلی اعتماد میکنن اگر در یک وضعیت بحرانی قرار گرفت کشور همین رسانه داخلی میاد مردم رو دعوت به آرامش میکنه میگه مردم ببین ما در کنار شما بودیم از حاکمیت دفاع کردیم الان هم از حاکمیت دفاع میکنیم که از این پیچ تاریخی بگذریم یه عده ای در داخل کشور هستند، که اهل رانتن اهل فسادن در لایههای مدیریتی رسوخ کردن نفوذ شکل گرفته رهبری بارها این رو تذکر داده و اینها برای اینکه گندکاری هاشون پوشیده بشه به یک عده افرادی نیاز دارن که ماسمالی کنند، به اصطلاح مالکشی کنند. که الان یه نمونش رو به شما نشون میدم اگه یادتون باشه دو سه روز قبل از اینکه ماجرای سیسمونی گیت قالیباف بزنه بیرون من یه برنامه ساختم که بالا دارید میبینید تصویرش رو فرار رو به جلوی قالیباف از تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس دو سه روز قبلش بود من یه درباره قالیباف و خانواده و فلان و ایناش برنامه نساختم اما این مایوس نادان این کارو کرده برنامه ساخته براش که الان می‌خوایم بریم این برنامه رو با هم دیگه ببینیم من یه توضیحاتی روی اون برنامه به شما بدم فقط این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم برگردیم که متوجه بشید منظورم چیه اجازه بدید من روی صفحه براتون بیارم این رو خب این روی صفحه من ماتش کردم تصویر من این شخص رو که نر کپی رایت بزنه که بتونیم استفاده بکنیم از مطالب علاوه این که سفری که این خانواده کردن با ارزانترین هواپیماست ببین مالکشی برای قالیباف قالیبافی که مردم دلشون خونه دیگه از دست این آدم به عنوان رئیس مجلس انقلابی که قرار بوده شفافیت آرای نمایندگان رو منتشر بک... بکنه،, بکنه پیگیری بکنه اما حالا نشده خانوادش رفته ترکیه به ما ربطی داره نداره اینا بحثهای دیگری است میخوام مالکشی این شخص رو ببینم بی تقوایی این شخص رو به شما نشون بدم تو تمام برنامهاش این, این،, رو تو گوشه ذهنتون داشته باشید یه آدمی که از هیچ چیز خبر نداره از پشت پرده خبر نداره واقعیت ها رو نمیدونه فقط و فقط میاد مال کشی کنه چرا؟ چون درآمد 400-500 میلیونی از یوتیوب براش مهمه به دروغم میاد میگه که مخاطبین من از پیپل بهم کمک میکنن اگر 10 نفر ماهی 100 یورو بدن زندگی من میچرخه خب بی 10 تا 100 یورو میشه هزار یورو تو که تو برنامات ادعا میکنی 6500 تا 7000 یورو خرج زندگی لاکچری منه اینجوری دوم خروست میزنه بیرونها. که من قبلا نشون دادم پنل یوتیوبش رو نشون دادم گفتم که این آدم 400 تا 500 میلیون تومان درآمد از یوتیوب داره از احساس پاک توی ایرانی داره سوء استفاده میکنه به هر حال ای هستن که ایران براشون مهمه کشورشون رو دوست دارن مشکلات هم باشه باز پاش هستن مثل خود ما مگه اون ماستی که شما میخری گرون میشه ما نمیخریم تورمی که شما درک میکنی و باش دست و پنجه نرم میکنی مگر ما احساس نمیکنیم ما هم تو همین مملکت داریم زندگی میکنیم دیگه اما نکتهش اینجاست که این آدم از احساس پاک توی ایرانی داره سوء استفاده میکنه در حالی که خودش معمور موساد در یوتیوب که در مستند شغال در دام اسنادش رو منتشر میکنیم یک برنامه فوق‌العاده است. البته امکان داره بیان کپی رایت بزنن. خب میرید توی کانال تلگرام اونجا منتشر می‌کنیم. توی سایت مسلمان که سایت خودمون هست اونجا منتشر می‌کنیم. دیگه فرار که نمیتونن بکنن. اگر کسی ریگی به کفشش نباشه ترسی نداره که. حالا ادامه و گوش بدید. چون می‌خوای ترکیه برید یا باید ترکیش رو بگیرید یا باید ماهان رو بگیرید یا باید ایران ایر رو بگیرید. هست. ترکیش، ایران ایر، ماهان. میگه این سه تا چی ثتا پروازهای گران قیمتی هستند پروازهای گران قیمتی هستند یکیش چی بود ایران ایر بود حالا بریم من این اسناد رو به شما نشون بدم و ببینید این اسناد اسنادیه که از بیلیت های پرواز خانواده قالیباف به ترکیه است یه چند روز پیش یه صوتی هم از آقای طائب اومد بیرون مهدی طائب برادر همین رئیس سازمان اطلاعات سپاه که شروع کرده بود دفاع از قالیباف و مظلومیتش و بدبختی و فقر و نداری و اینها که بعد مجبور شد ظاهرا عذرخواهی کنه بابت و اون کلیپ یه تهمتایی به آقای رئیسی و دوماد آقای رئیسی زده بود که البته برادر دامادش بود دامادش هم نبود حالا صحبت اینه که همسر دختر و داماد قالیباف ساعت 20 و 15 دقیقه چهارشنبه 24 فروردین با پرواز 9702 ایران ایر تور به ترکیه رفتن دقت کردید یعنی اونجایی که آقای طائب میگفت نه اینا رفتن سوریه بعد از اونجا اومدن نه مستقیم رفتن اینم بلیتاشه که دارید میبینید خب اینها چطور خیانت میکنن به مردم آقای طائب و امثال اینها رو نمیگم آ شاید اشتباه دوپی بوده شاید کاری با این ندارم امثال مایوس نادان رو میگم اینها باعث میشن فسادها دیده نشه ماسمالی بشه یک عد نفوذی که اومدن در لایههای مدیریتی رسوخ و نفوذ پیدا کردن منابع مملکت رو میچاپن و میبرن یا مستقیم یا غیر مستقیم مستقیمش میشه خاوری ها که 3000 میلیارد تومان برمی داره میبره غیر مستقیمش میشه فرزندان مسئولین آقازاده ها دامادها طرف هر جا استخدام میشه چهار تا دیگر رو میاره الان ایران خودرو که رهبری دیروز در دیدار با کارگران گفت وضعیت خودرو سازی مطلوب نیست و فلان چرا پنجا هزار تا کارگر در ایران خودرو هست چون در هر دوره نمایندگان مجلس اومدن وزیر سمت رو تحت فشار گذاشتن مدیر عامل ایران خودرو رو تحت فشار گذاشتن که باید فک و فامیل من رو استخدام کنی اگر استخدام نکنی پدر پدر جدت رو در مجلس در میارم و اذیتت میکنم نتیجهش چی میشه؟ میشه 50 هزار نفر کارگر در ایران خودرو که یک سوم نرم جهانی بهرهوری دارن. یعنی اگر ما اونجا بلدرچین میذاشتیم تولید خودرومون بیشتر می‌شد. بهرهوری اومده پایین چرا؟ چون یک عده مافیای خودرو نفوذ کردن. که یکی دو روز دیگه اسناد جدید میاد بیرون اسامی جدید به گوشتون خواهد خورد که قبلا ما کلیپش رو ساختیم اما چندتا اسم جدیدم میاد بیرون بعضیتون شکه میشید وقتی اینها گفته نمیشه مردم ناامید میشن پناه میبرن به بی بی سی و وا و, و این ایران اینترنشنال مردم منو و تو ببین میشن اینها باید گفته بشه توسط رسانای داخلی پیگیری بکنن با فساد مبارزه بکنن مقابله بکنن به دولت هم کمک بکنن حالا امثال معیس نادان که سرباز موساد و معمور موساد در یوتیوب هست که در مستند شغال دام رسواش خواهیم کرد تلاش میکنه که از این موقعیت از این احساس پاک شما سوء استفاده بکنه بازدید بگیره درآمد کسب بکنه به ریشتون بخنده مثلا پارسال یه خونه خریده امسال یه خونه خریده مگر یه آدم که از یوتیوب مای 400 500 میلیون درآمد داره بعد در دام توضیح میدم اسنادش رو میارم براتون بهتون میگم که چقدر در این سالها از مر... مر... مردم و ملت ایران سوء استفاده کرده و همچنان این ادامه داره و ما تا زمانی که نفس داریم این شخص رو رسوا میکنیم به خاطر اینکه دارن تیم سازی میکنن ترویج زرتوش در ایران میکنن به مذهب حمله میکنن صحبت های رهبری رو تحریف میکنن هر جا رهبری درباره غیرت دینی و مذهب و مذهبی صحبت میکنه اینها تحریف میکنن و یک شیوه جدید هم یاد گرفتن منتقدین دلسوز نظام اسلامی رو با عنوان شیعه انگلیسی میخوان ترد کنن شیعه انگلیسی معلومه کیه خدا لعنتشون کنه انشالله هر کس هر جا به اسلام ضربه میزنه خدا لعنتش کنه چه شیعه انگلیسی باشه چه معیوس نادان باشه که به پیامبر توهین کرده کاریکاتورش رو منتشر کرده به اهل بیت توهین کرده هنوز هم که هنوزه داره این کارها رو انجام میده آخرین برنامه‌ای هم که ازش منتشر شده میگه اینها برای 1400 سال پیش باغ فدک و فلان و این حرفها دارن سرتون رو گرم میکنن و مال اون زمانه مثل کسایی که تو ایام محرم میگن ای بابا امام حسین و یزید 1400 سال پیش جنگ کردن به ما چرا ربطی داره این حرفا این دقیقا داره همین حرفا رو میزنه این برنامه‌ای که الان دارید رو صفحه می‌بینید حتما برید ببینید برای یکی دو ماه سه ماه پیش توهین جدیدش به اسلام رو حتما ببینید که 2400 تا بازدید گرفته همه این برنامه که ای دارید این 3600 تا بازدید گرفته این 2300 تا بازدید گرفته این یکی 2900 تا بازدید گرفته ببین کانالی که یکی دو ماه مستمر فعالیت میکنه و اینقدر داره بازدید میگیره از ویدیوهاش ویدیویی که الان برای پوتین منتشر کردیم 7000 تا بازدید گرفته ببین ما داریم تحلیل میکنیم مسائل روز رو اینا خبرخونن اینا مالکشن بحث نزاع بین پاکستان و هند رو من یک ماه پیش گفتم دو سه روز پیش خبر اومد بیرون که بله دارن اونجا شیطنتایی میکنن این یعنی تحلیل یعنی تو آینده رو نسبت به مسائل منطقه ای بتونی خود تحلیل و تفصیل کنی نه اینکه بری تو توییتر چهار تا کارشناس سیاسی و فلان و اینها مطلب میذارن برداری بیای براش ویدیو بسازی یا مثلا چیزهایی که برای مردم مهم نیست کنسرت فلانی خدا لعنت کنه فلانی رو همون فلانی که تو برای کنسرتش دیشب برنامه ساختی و گفتی خر مقدس ها و دل رایفی پور خون شد و فلان شد همون بی شرف همون ملعون به حضرت زینب سلام الله علیها توهین کرده مقدسات ما مسلمون هاست 95 درصد این کشور مسلمونن حالا چه شیعه چه سنی تو میخوای با این جمله خرمقدس ها به مذهبی ها حمله کنی که مردم رو از دین زده بکنی همین مردم تو شب های قد نشون دادن که چقدر عاشق خدا و اهل بیت و دینشونن تو میخواهی از عمل کرده بعد یک ادعا خوند نما سو استفاده کنی مردم رو از مذهب زده کنی که خودت پول در تو یوتیوب نمیذارم پول در بیاری هر روز برات برنامه میسازم و برنامه رو تحلیل میکنم مات میکنم بلورش میکنم که نتونی بیای کپیرایت بزنی و مردم بفهمن اون جاهایی که سوتی دادی اون جاهایی که داری دروغ میگی به مردم اون جاهایی که داری فریبشون میدی همه رو نشون میدم به مردم مردم بفهمن که با کی طرفن 7 10 ساله داری مردم ایران رو تیغ میزنی و من جلوت میستم نمیذارم این کارو بکنی اون نوچتونم بد جور گرفتار شده و به زودی خودت هم میفهمی که کجا خوردی بهت گفتم رود سواریم باور نمی باش باور نکن من سعید وطن دوست هستم پدرتو در میارم به خاطر اینکه نوجوان مردانه اومدید پای کار هیچ کدومتون هم ارزه مناظره و گفتگوی علمی و اینها که ندارید که اگر وجود دارید همین تخدیرگر رو ببین یک ماه گفتیم بیا مناظره چرا فرار کردن؟ سایتشون رو رفتن اطلاعاتش رو پاک کردن فکر کردن ما نداریم ما همه رو بکاب گرفتیم همه رو داریم سایتشون الان رو حواس اگر اینا کاربراشون مهم باشه سایتشون نمیره رو هوا هزینه میکنن این همه پول دارید مردم میگیرید چرا هزینه نمی کنید هزینه کنید الان سایت ما نه ای سایت ما سایت مسلمان بهتون نشون بدم الان نه از جیبمون داریم هزینه میکنیم سایت الحمدلله همیشه در دسترسه ببین چقدرم پربازدید شده تازه سایت ما شاید ماهی یه بارم آپدیت نشه چون تو ایام خاص مثل ماه مبارک رمضان ماه محرم حالا شاید یه مقاله جدیدی من بنویسم یا کتاب جدیدی نوشته باشم چاپ شده باشه بخوام خبرش رو بزنیم ایناست با این حال همیشه الحمدلله با سرعت بالا یعنی شما چیزی بخواید از سایت ما دانلود کنید با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه سرورهای ما آماده پاسخگویی به شماست یک قرنم از مردم پول نمیگیریم شما که از مردم پول میگیرید بیایید سایتتون رو یه سرور بخرید حداقل براش زشته این همه از مردم پول میگیرید سایتتون در دسترس نیست چون کار برای کشور براتون مهم نیست یوتیوب پول خوبی میده فقط تو یوتیوب دارید فعالیت میکنید تمرکزتون یوتیوبه از یه سایت وردپرسی که نشون دادم ماهی 2300 هزار تومان بیشتر خرجش نیست شما نمیتونید حمایت بکنید نمیتونید ازش استفاده کنید و بهره وری داشته شما مردم استفاده بکنن که من در مورد جناب تختیگر یه برنامه دارم که تدوینگر ایشون هم به شدن نوچه معیوس نادان و بالاخره صدا بوزی و از این حرفا که دیگه خودتون میدید چی میگم به زودی مستند شغال در دام رو تقدیم نگاه گرمتون میکنیم امیدوارم که لذت ببرید و این مالکش ها رو بشناسید اینها مالکشن ضرر اینها ضربه اینها بیش از اپوزیسیون است چون رهبری میگه دنبالاشون مهم نیستن اگر هم دقت کنید این با رضا پهلوی هم هیچ مشکلی نداره همونطور که با اون خرمافروش چیه بهش میگه با اون مشکل نداره میدونید چرا چون اینها در پشت پرده با همان مأمور پیاده سازی پروتکل یهود در ایران هستند که یکیش تیم سازیه الان آدمایی که دور این شخص هستن و داره پروموتشون میکنه تبلیغشون میکنه نگاه بکنید روزای اول که میان خبری نیست چند وقت که میگذره اون آرمی که نشانگر زرتشتی بودنه گردن بند میندازن میذارن تو گردنشون تو برنامه هاشون تو دکورشون تو پس زمینه و بک استفاده میکنن گروه زدن کانال زدن که زرتوش کی بود زرتوش از کجا اومد ایرانیان افتخار ما به فلان در صورتی که این یکی از پروتکل یهود تبلیغ زرتوش در ایران تو گوگل بزنید پروتکل یهود یکیش تبلیغ زرتوش در ایران که این شخص داره انجام میده دارن تیم سازی میکنن در عرصه‌ها و بره های حساس ضربه به ایران و ایرانی بزنن که ما روشنگری میکنیم انقدر میگیم تا اینها بساتشون جمع بشه خیالتون راحت باشه الله از این به بعد در خدمت دوستان خواهیم بود به صورت پیوسته و مداوم خیلی ممنون که برنامه ما رو دیدید دوست داشتید لایک کنید برای بقیه بفرستید من خیلی خوشحالم که تو سایت های ایرانی هم داره منتشر میشه و بدون اینکه این شخص رو معروفش بکنیم مردم رو روشن میکنیم تا بفهمن که چه خبره خیلی ممنون که تا انتها با من همراه بودید تا ویدیو برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون میبرم خدا نگهدارتون